با سلام به بینندگان عزیز، آموزش کوفته رو براتون داریم. مواد لازم: پیازداغ که 100% بلدی درست کنید، گوشت شخ کرده، لپه پخته شده با آب و نمک، یه مقدار رب یا گوجه پوست کنده شده، چیه؟ آلو هست، هله، زرشک، مرزه و ترخون و ادویجات که زردچوبه و فلفل و نمک و اینه باشه، رب انار هست، یه مقدار برنج پخته شده که بیات باشه اشکال نداره، از شب قبل مونده باشه نداره، و یه مقدار سبزی داریم اینجا که سبزی ها تشکیل شده از تره، گیشنیز و پیازچه شیوید ببخشید. این از این میان با ادویه میکسر پس که میزنیم. مرزه داریم، ترخون، فلفل، لپا رو میکوبید. این هم تا یادم نرفته عصاره گوشت. خب لپا رو میکوبید، به اینجا اضافه میکنید، به این فلفل قرمز میزنیم الان تو دماغتون نره. پیاز داغ یکم، گوشت چرخ کرده، خوب ارزش خیلی خوب مد مخلوط کنیم. نمک، خب دوستان حسابی این موادمون رو با هم مخلوط کردیم، چنگ زدیم، ورز دادیم تا به این صورت در اومد. حالا آماده این برای شکل فرم دادن. چوری گرد میکنین، یه ذره پیاز سرخ شده، آلو، دوباره پیاز سرخ شده، آلو، زرشک، گرد آمده. دست ما خیس میکنه، این مقدار دستتون باید خیس باشه برای بعدی. دوباره به همون صورت دوباره زرشک، چیز پیاز داغ، زرشک، آلو، زرشک،
و درش. تا الی آخر اینو کارو ادامه میدید تا بریم سراغ مرحله بعدی. خب تمام کوفته‌هامونو به این صورت درآوردیم، خیلی قشنگ اینطوری که میبینین. یه دونه قابلمه هم آماده میکنید، یه ذره روغن توش که سسش رو میخوایم درست کنیم، گوجه پوست کنده شده یا روغ اگر دارید. گوجه با رو قاطی این قاطی آره. بساره مرغ بود، ببخشید من گفتم گوشت. گوشت هم میشه، سبزیجات گوشت هم میشه. شما برنامه دارید حب انار، یک قاشق فلفل، نمک، بعد هم می‌زنیم. آب جوش، درش رو میبندین تا بپزه، زیرش هم کم پس میریم و برمیگه. خب حدود 10 دقیقه این گفتامون پخت، فقط باید یادتون باشه اینجا رو بچرخونینش که زیرش هم با سوسش قشنگ پخته بشه. همونطور که میبینید نه وا رفته نه چیزی. دو تا تخم مرغ بزنید، دو تا تخم مرغ بزنید، آرد و نخود چینی چم بهش نخوره. دوباره چند روز دیگه نیم ساعت بپزه. خب برگشتیم، گفتم اون باید پخته باشه دیگه. این که بله آماده خوردن
اینه که چقدر زیبا و خوشمزه است. سس غلیظ و عالی. بخورید و لذت ببرید. با ما همراه باشید تا ویدیوهای بعدی. فعلا خداحافظ.